اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. من خستم از دیو و دد ملول، رویای عاشقانه دیروز را در قاب کهنه دل تنها در هم شکستم. من خستم از این همه نفاق، یاران صد دله، آنها که صادقانه ترین قصه تو را در بستر شعامت خود تفسیر میکنند، آنها که چشمهای تو را در سایبان گریه در خون نشاندند. از کوچه غریبه گذر میکنم، یک پنجره، یک چشم آشنا بیدار میشود. باری دیگر این خسته بسته دل با یک اشاره باز گرفتار میشود. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 8 ماه می 18 اردیبهشت ماه، به شما سلام میکنه. یه جمله دیدم از دوست نازنینم مهدی اصلانی، مقاله نوشته بود در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و اینکه اینها همه یکی هستن. گفته بود من تنها به عنوان یک نفر و به صفت شخصی در این بازی کوچک و غیر انسانی شرکت نمی کنم. من همشانه دوستانم در ایران می ایستم. بیاییم به قاتلان دهه 60، قاتلان مختاری ها، پوینده ها، فروهر ها و نداها و هیچ قاتل دیگری رأی ندهیم. من باهات موافقم مهدی جان، به هیچ قاتلی رأی نباید. گرفتاری ما در اینجاست که بازی بین بد و بدتر رو رژیم همیشه برای ما چیده و در برابر ما گذاشته و امروز سایه دیوی به نام رئیسی پررنگ در برابر ماست و اون طرف قالیباف. دیروز دیدم که آقای دوست عزیز اکبر گنجی مطلبی رو عنوان کرده بود در رابطه با نقش سپاه و قالیباف و دیگران در ماجرای ارسال مواد منفجره به عربستان سعودی. چون در این ماجرا حاضر بودم، دیدم، و سال بعد در حج خونین، اجازه بدید ماجرا براتون دو بگم تا قصه آشکار بشه، روشن بشه، و بعد درباره قتل مرحوم سعید کریمیان هم حرفایی زده شد که به اون هم اشاره خواهم کرد. امروز فرصت نمی کنم چون مهمان عزیزم دکتر سازگارا با ما خواهد بود، ولی در برنامه دیگری به اون هم خواهم پرداخت که چه جور آدم آش شعل قلمکار درست میکنه و انکار هم. اما قبل از اون اجازه بدید امروز به چند درگذشت اشاره کنم. یادروز خاموشی کسانی است که دوستشون داشتیم. استاد بزرگوار بدیع‌الزمان فروزافر 16 اردیبهشت ماه 49 در تهران درگذشت. این مرد بزرگ که خدای حافظه چه بود این مرد. فرخرو پارسای نازنین در کیسه گونی توسط رژیم اعدام شد و تناب پاره شد و دوباره او رو به دار کشیدن. کسانی آمدن انکار کردن که نخیر، همچنین چیزی درست نیست و فرخرو پارسا رو اینجوری اعدام نکردن، توی زندان کردن، چون این نبود.
خوشبختانه هم عکاس روزنامه اطلاعات است، هم بنده هستم، هم دیگرانی که این ماجرا رو دیدن و خانواده خانم پارسا. حسین منزوی نازنینم چون این روزی خاموش شد، 16 اردیبهشت دو روز پیش. دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست. گیتی پاشایی نازنین رفت، گیتی با اون صدای جادوییش، با ترانه مشروطش، با ترانه‌ای که شعر فرهاد شیبانی نازنین بود و میشنوید در برنامه امروز. و دو تولد هم داریم. اسخر فرهادی عزیز در 17 اردیبهشت 51 به دنیا آمده، در زمان انقلاب 6 سالش بوده. گوگوش بانوی عزیز 16 اردیبهشت. سالش بذارید نگم، خب دوست ندارن خانوما. گوگوش و من هم سالیم تقریبا، مدرسه پیش رو هم میرفتیم با هم. کاش همیشه تولدها به یادمون بیاد و تلخیهای دوری و هجر و رفتنها نباشه. مجسم میکردم خانواده سعید کریمیان رو، همسرش، فرزندش، برادر و خواهرش و مطالبی که درباره اون نوشته شد و گفته شد. و پیش خود سوال میکنم، آیا ما ایرانی ها یه صفتی داشتیم به نام جوانمردی؟ اونم از همون گرفتن؟ حتما گرفتن. بله، حضورتون عرض کنم که برای خانم مارین لوپن یک شنبه ها هرگز، برای آقای ایمانوئل ماکرون یک شنبه ها همیشه. عجب یک شنبه ای بود، عجب فرانسوی ها ساز و کاری کردند و 64% دادن ماکرون که رئیس جمهوری بشه. خیال آسوده شد، اروپا آرام گرفت، انگلا مرکل با شادمانی پیروزی رو به خودش تبریک گفت، رئیس اتحادیه اروپا خانم موگرنی کمیسر عالی سیاسی و امنیتی، همه شاد شاد. و خود فرانسوی ها با یه دختره که مراکشی از صحبت میکرد گفت خوشحالم. فکر میکردم میبره لوپن، فکر میکردم بالای 40% رأی میاره و این هشدار خطرناکی بود. نه، حالا نه، حالا آسوده ترم. به هر حال در روستاها، در نقاط دوردست، در جاهایی که دیدن این همه خارجی کلافشون میکنه، به لوپن رأی دادن. ولی در شهرها اون بافت فرانسه، اون فرانسه آزادیخواه، فرانسه انقلاب کبیر، به او رأی دادن. صدها هزار نفر اومدن کنار لوور و او اومد براشون سخنرانی کرد. ویوا فرانسه، پیروز باد، زنده باد فرانسه، ویوا لا فرانس. بعد آمد و تشکر کرد از همه، با عزم قاطع آماده مبارزه با تروریسمم، با انتخاب من برگ تازه‌ای در تاریخ گشوده شد، این برگ، برگ امید و اعتماد بازیافته است. من با احترام به همه و با همکاری همه و نیز با تلاش فرهنگ و آموزش در جهت ساختن آینده گام برمی‌دارم. از فرانسوا هولاند تشکر کرد، 5 سال برای بهزیستی ما تلاش کرد. هولاند هم بهش تبریک گفت، خیلی خوشحال بود. چه شور و نشاطی بود، آدم وسط اونجا آهنگ انقلابی مارسیز رو میشنید. مکرون پدر و مادری پزشک داره، پدرش ژان متولد، آقای مکرون متولد 1977، پدرش ژان میشل مکرون متخصص اعصاب و استاد همین رشته در دانشکده پزشکی شهر آمیان است که او در همونجا به دنیا آمده. 10 سال پیش با همسرش بریجیت ترونیو ازدواج کرد که 24 سال ازش بزرگتر، اما عاشقانه هم دیگر رو دوست دارن. فوق لیسانس فلسفه از دانشگاه نانت هست در غرب پاریس، بعد مدرسه علوم سیاسی رفته و از اونجا به مدرسه عالی مدیریت دولتی که اغلب دولت مردان فرانسه از اونجا فارغ التحصیل شد. دیروز آخرین شاپورم رفت. رضا شاه فرزندانش رو بر پایه فرهنگستان که لغاتی رو ابداع کرده بود شاپور خواند. شاپورا بعد از انقلاب خیلی سرگشت و سرگردان بودن. یکی که در ایران ماند
آنهایی که بیرون اومدن یکی بعد از دیگری خاموش شدن. در میونشون عبدالرضا شخصیت ویژه داشت. از ابتدا رفت هاروارد درس خوند، بعد اومد تو سازمان برنامه و بودجه بود، به دنبال شکار بود. شاپور غلامرضا پهلوی، شاپور علیرضا پهلوی رئیس کمیته ملی المپیک بود، غلامرضا رو گذاشت معاون خودش. وقتی علیرضا کشته شد او شد رئیس سازمان تربیت بدنی، یعنی رئیس کمیته المپیک، و در ارتش هم تو درجه سرلشکری بالا رفت. آدم بی سر و صدایی بود، بیشتر دنبال بیزینس بود. ازدواج دومش، ازدواج اولش با خانم علم بود که پدرش پزشک مخصوص رضا شاه بود. ازدواج دوم با منیژه بانو جهانبانی بود، یکی از زیباترین زنانی که من در عمرم دیدم. در مدرسه ایران ما بچه بودیم، منیژه بانو در کنار اقوامش، خانم جهانبانی، شوکت ملک، ایران خانم عزیز، مدیریت میکرد ما رو، مسئول برنامه آخر سال، نمایشنامه. عکسی هم ایشون برای من فرستاده که علیرضا کودک 6 ساله اون تو هست، در پایان یکی از نمایشنامه هایی که در مدرسه ایران بازی کرد. منیژه بانو با شاپور غلامرضا ازدواج پرسعادتی داشت. بانوی پرشوکت، با فرهنگ، با شخصیت، که واقعا در میان زنان شاپورها یه جایگاه ویژه‌ای داشت. زن شاپور عبدالرضا هم پریسی مازن، او هم همینطور. به هر حال شاپور غلامرضا، مادرش ملکه توران، خیلی زود از رضا شاه جدا شد. رضا شاه عاشقانه دوستش داشت. دولت شاهی بود، شازده قاجار، و به همین دلیل غلامرضا هم نمیتونست هیچ وقت شاه بشه. بعد در موقعی که رضا شاه به تبعید رفت، او هم به دنبال پدر رفت. بعد بازگشت، دانشگاه رفت، دانشکده افسری رفت و خلاصه رئیس بازرسی ارتش شاهنشاهی هم شد. در گذشتش رو به منیژه بانو، فرزندانش، به شاهزاده رضا پهلوی، خانوادش، به همشون تسلیت میگه. این آخرین شاپور هم به 7000 سالگان پیوست. درود به دکتر سازگارای عزیزم. دارم خدمت شما آقای نوریزاده و خدمت همه بینندگان عزیز. خب دکتر سازگارا، این 2-3 روزه خیلی اتفاق افتاد. یعنی در واقع آقای روحانی زبان باز کرد. به نظر من آنچه در ارومیه گفت انتظار داشتیم در مناظرات بگه، و آنچه آقای جهانگیری در مناظره دوم نگفت که به نظر میرسه بهشون ترمز زده شد، چون اولا 3-4 بار مقام معظم رهبری رو آورد و بعدم در مورد آقای روحانی هم کوتاه اومد، در حملات به قالیباف و رئیسی هم کوتاه اومد. شما تفسیرتون بر این قضیه چیست؟ من آقای نوریزاده اگر اجازه بدید اول یک چیز کوچیکی راجع به انتخابات فرانسه عرض کنم. آقای ایمانوئل مکرون پیروز شد با 65% که خب حالا تفسیر انتخابات فرانسه را حتما شما بهتر از من میکنید، اما یک نکته ای رو میخواستم بگم. یک فیلم 27 ثانیه‌ای از آقای مکرون روی شبکه‌های اجتماعی اومد در جریان مبارزات انتخاباتی دور اول که خیلی هم هیجانی ایشون نطق میکنه. انتهاش فریاد میزنه ویغ لا فرانس و زنده باد فرانسه. من وقتی این فیلم رو میدیدم به خودم میگفتم ای کاش یکی از این کاندیداها، حالا اینا که کاندیدای واقعی مردم ایران نیستن، اما یک بار یکیشون میگفت زنده باد ایران، جانم فدای ایران. متاسفانه آقای نوریزاده، من دارم از این فرصتی که دادید شاید سوء استفاده میکنم این رو میگم، ولی دردیه که دردمه میخوام بگم. 38 ساله که راه اشتباه در اون کشور رفته، یعنی گویی ایران باید فدای اسلام بشه، گویی ایران و ایرانی باید فدای امیال و اوهام رهبران مالی خولیایی مثل آقای خامنه یا حتی آقای خمینی بشه، در حالی که درست برعکسه. در انجیل یک آیه‌ای هست، یکی از اون حرفای حسابی انجیله،
میگه که عیسی مسیح اونجا میگه که این یوم السبت، این روز شنبه برای مردمه، نه اینکه مردم برای اون باشن. بله. شبیه اینم یکی از اون حرفای حسابی قرآنه. یه آیه در قرآن هست که میگه و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چیزی که برای مردم نفع داشته باشه در زمین میمونه. اسلامی که قرار باشه مردم رو آزار بده، دختر مردم رو زیر گشت ارشاد بکنه، به چه درد این مردم میخوره؟ اسلام باید برای ایران باشه، نه اینکه ایران برای اسلام باشه. و و و و و همه موارد دیگه‌ای که میشه گفت. من به هر حال امروز دوباره بعد از پیروزی آقای مکرون داشتم این 27 ثانیه رو نگاه میکردم، راستش رو بگم اشکم در اومد و گریم گرفت برای اینکه ای کاش یکی از اینها میگفت زنده باد ایران، جانم فدای ایران، و آنچنان که مردم در خیابان‌ها گفتند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. آقای سازگارا، شما یادتونه که دیروز هم دیدید آقای مکرون وقتی جلوی لوور اومد سخنرانی کرد، 4 بار گفت ویوا لا فرانس، یعنی تکرار کرد دوباره. یا آقای رئیس جمهوری امریکا آقای ترامپ، گاد بلس امریکا، یعنی در تمام صحبتشون گاد بلس امریکا روش هست. ولی متاسفانه زنده باد ایران اینا آرشون میاد، زورشون میاد بگن. بله. زنده باد ایران یعنی توی ادبیاتشون نمیچرخه، یعنی دنیا رو وارونه میبینن واقعا. بله. دین هم برای مردمه، نه اینکه مردم برای دقیقاً دین. دقیقاً. ایدئولوژی که دارن وارونه است اصلا. و به هر حال این رو قبل از اینکه وارد داخل بحث ریاست جمهوری بشیم فکر کردم بگم. میدونم شما هم دلتون برای ایران و ایرانی میتپه و شعارتون هم ایرانی سرفراز ایران سربلنده. بله، که بله. ای کاش کاندیداهای ما هم همین رو میگفتن. من به هر حال این چند روز میتونم بگم مناظره دومی که برگزار شد یه مقدار یختر از مناظره اول بود، ولی بعد از مناظره چند تا اتفاق در حاشیه این انتخابات افتاده، به نظرم اونها خیلی مهمه. اول اینکه آقای بقایی یک کاندیدای رد صلاحیت شده و معاون آقای احمد نژاد یک ویدئو گذاشته رو شبکه‌های اجتماعی، ایشون یه رازی رو برملا کرده، اینکه معاون آقای مصلحی برکنار شده به دلیل اینکه جاسوس اسرائیل و انگلیس بوده. حالا کشتنش یا نه نمیدونم، ولی این سوال ایجاد میشه که اگر واقعا این حرف درست باشه، احمدی نژاد مصلحی رو برکنار کرد، 11 روزم خونه نشست، ترک کرد و آقای خامنه ای رو برگرد. بله، کاملا. و اگه مملکت حساب کتاب داشته باشه، در درجه اول آقای مصلحی و بعد آقای خامنه ای باید جواب بدن. یعنی چی که یه وزیر اطلاعاتی تا سطح معاونش جاسوس خارجی هر کشور خارجی از آب در بیاد و بعد یه رهبری بیاد پشتیبانی کنه و همین، یعنی کی باید این رو حساب بکشه؟ جناب دکتر سازگارا، همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم، معاون سابق وزارت دادگستری، اون خانومی که ابتدای دولت آقای ترامپ توسط آقای ترامپ هم برکنار شد، اول کسی بود که مسئله ارتباط آقای فلین با روس‌ها رو مطرح کرد. بله. که منجر به استعفای آقای فلین شد، او رو سنا خواسته و شهادت بده. یعنی کنگره امریکا، چه مجلس نمایندگان، چه سنا دستبردار نیستن و این چیزی نیست که ازش بگذرن. تا تاش رو مطمئن باشید میرن انگشت میزنن در میارن که بالاخره معلوم بشه که روس ها چقدر در انتخابات امریکا دخالت کردند. بله. و این داستان ارتباط عناصری از کمپین انتخاباتی آقای ترامپ با روس ها بالاخره چیه؟ اینا موضوعاتی نیست که شوخی داشته باشه. به هر حال آقای دکتر سازگارا، ببخشید من یه جمله معترضه بگم. اگر دقت بکنید یه فیلمی ساختن، من متاسفانه فیلمش یادم رفته، که آقای امین حیایی بازی میکرد. بعد از همون برکناری مصلحی این فیلم ساخته شد و در این فیلم کاملا داستان معاونت جاسوس بازگو می شد. یعنی این فیلم قشنگ نشون میداد
که معاونت وزارت، یه برنامه میذاشتن یه گروه جاسوس دستگیر کنن، میرسیدن به معاونت و کاملا در این و همون وقت هم این شایعات بود. بعد اگه یادتون باشه در جریان قتل‌های زنجیره‌ای هم که شما اون وقت ایران بودید، آقای خاتمی با تمام قوا میخواست آقای دوری نجف آبادی رو برکنار کنه به عنوان مسئول. آقای خامنه‌ای میگفتن نه، یه قسم جلاله بخوره کافیه و ایشون قسم جلاله خورد و بعد اگه افتضاح کاری نمیشد نگرشون داشته بودن ایشون رو. به هر حال آقای نوری‌زاده، این سالیان متاسفانه اون مملکت شفافیت خبررسانی که نداره که، و مردم هم که دستشون کوتاه، نهادهای مدنی قدرتمند و احزاب قدرتمند و رسانه‌های قدرتمند متعلق به مردم هم که نداریم که بتونن حساب بکشن. ولی در همین سالیان ما شنیدیم که آقای حسین طائب در اطلاعات سپاه که شاید الان قوی تر از وزارت اطلاعات باشه، مدیر کل دسک به اصطلاح اسرائیلش، عامل اسرائیل عذاب در اومده، یا رئیس دفتر آقای نقدی با 13 نفر به دلیل جاسوس اسرائیل بودن برکنار شدن. ببینید حالا این حرفا رو آدم میشنوه، ولی کی اصلا میتونه به اینا رسیدگی کنه؟ کی میتونه رو اینها دست بگذاره؟ این اون فاجعه است که وقتی دموکراسی نباشه، آزادی نباشه، امور متعلق به مردم نباشه، اون وقت حکام خودسری پیدا میشن که هر کاری دلشون میخواد میکنن و مملکت رو ملک تلقشون میدونن و دستگاه ها و ارتباطات رو انحصار میکنن، از قبلش هم اقتصاد رو انحصار میکنن. حالا اگه اجازه بدید بیاین داخل همین بله. انحصار اقتصاد، آقای روحانی دو تا نطق تند کرده، یکی در ارومیه بله. یکی در همدان. در هر دو نطق آقای روحانی به نظرم خوب جایی دست گذاشته. در ارومیه ایشون گفت اینایی که میگید مالیات بدید، بله خودتون دست خودتون مالیات میده آقای رئیسی رو، بله ما حرفی که ما مرتب میزدیم، بله بله، و بعد هم گفته شما دیگه خواهش میکنم حرف آزادی رو نزنید، آزادی خجالت میکنید. بعد هم معدن زغال سنگ یورت زمستان در آزاد شهر استان گلستان رو گفته یکی از نهادها سهم داره در اختیارش بوده، او باید پاسخگو باشه. اون نهاد هممون میدونیم صندوق مهر ایرانیان متعلق به تعاونی بسیجه، سهمدار اصلی این معدن بسیجه، بزرگترین سهمدارش در واقع. شما شنیدید حرف معدنچیان آقای دکتر، حرفی که معدنچیان زدن بله. که چند ماه حقوق نگرفتن، اوضاعشون و وحشتناک بود. 24 سال معدنچی میگفت من اینجا کار کردم، شما چی از ما میدونید؟ یعنی واقعا راست تلخ بود. واقعا آقای نوری‌زاده درد دل این معدنچی که 1,000,000 تومان میگه من حقوق بل. شما میگه میتونید با 1,000,000 تومان زندگی کنید؟ مملکتی که خط فقرش رسیده به 3.5-4 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره بل. میگه من 20,000,000 تومان طلبکارم و حقوقمو ندادن، 10,000 تومان تو خونم نیست بچه‌ام ببرم دکتر. این 35 کارگری که شهید شدن، کشته شدن در این حادثه جانگداز، تعدادشون به سن بازنشستگی رسیده بودند، باید بازنشسته می شدن، ولی کارفرما چون حق بیمه رو نپرداخته اینا نمیتونن سازمان تامین قبول نمی کنه مستمری بازنشستگی بده. این درد دل این کارگر آقای نوری‌زاده، درد دل تمام کارگرهایی. بله ما 6.5 میلیون کارگر صنعتی داریم که در کارگاه های بیشتر از 10 نفر کار میکنند و نزدیک به 5 میلیون هم کارگران داریم که در واحدهای صنفی و کوچکتر کار میکنند و همینطور هم معلمین، حقوق بگیران، پرستاران، مزدبگیران مملکت. شما دست به دل هر کدومشون بذارید، همین درد دل همین کارگر رو داره، همین بحث اقتصادی. و اون وقت ای کاش آقای روحانی حالا که این معدن رو دست گذاشته کمی بیشتر دست میگذاشت و مطرح میکرد که آقا این اقتصاد ایران بیش از 46% دست نهادهایی است که یا زیر نظر رهبره یا زیر نظر سپاه بسیج و مجموعاً بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه کشور در کنترل اینهاست، بیش از 1,000,000 آدم دورور فقط سپاه و نهادهای زیر نظر سپاه در شرکت ها و مؤسساتی که دارن کار میکنن. یعنی
این بخشای تاریکخانه اقتصاد ایران، سه تا بانک پاسارگاد و نمیدونم مهر ایرانیان و پارسیان، فقط ببخشید بانک کارآفرین زیر نظر بیت رهبریه، دست ستاد اجرایی فرمان هشت‌ماده‌ای. دکتر سازگارا یک لحظه اقتصاد کش آقای روحانی یه خود نور بندازه به اینجاها، دست کم بتونه به مردم بگه آقا اگه من یه کارایی رو نمیتونم بکنم نگاه کنید دست اینهاست. ولی ببینید البته... آقای سازگارا این مهمه به نظر من. روحانی وقتی اشاره کرد به این که شما لطفاً از آزادی حرف نزنی، آزادی خجالت میکشه، یا آدمی در مقام رئیس جمهوری تا این حد بگه، به نظرم خیلی مهم بود. یعنی این حرف واقعاً شاید مهمترین حرف روحانی بود که آدمهایی که یه عمر گفته شما با قلع و قمع و اصلا با این لغات آشنا نیستید. اجازه بدید یک درنگ کوتاهی بکنیم، چون بعضی وقتا هموطنان میگه آقا ما میخوایم بریم به چایی هم بریزیم بیاریم، میخوایم یه درنگ کوتاه برمیگردیم و در خدمتتون. دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه، گودی گوشه لپاش شده پیمونه آه، همه درها رو بسته داره گریه میکنه. دیگه بر اسب سفید آرزوش سواری، یه فانوس نگاهش به یه ره گذاریست، بالش گلدوزیشم گلاش بلاسیده شدن، دیگه باقچش به یه انتظار هر بهاری نیست. دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه. کی میاد اسم اونو پشت یه شیشه ها کنه، اون مثل شاپرک بر سوی بارون کشیده است، کی میاد خستگیاشو از تنش جدا کنه. دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه. با درود دوباره و یادی دوباره از گیتی نازنین،
آقای روحانی در ورزشگاه القدیر ارومیه به حرفهای رئیسی و وردستش قالیباف جواب میده. میگویند باید مالیات بدهید، اما کسی نمیپرسد در آن جایی که شما مدیریت میکنید، بین پرانتز آستانه قدس، آیا تاکنون مالیات دادید؟ امروز از آزادی بیان سخن میگویند، آنها که زبانها را بریدند، دهانها را دوختند. شماها که در طول سالهای گذشته آنچه ازتان صادر شد کلمه ممنوعیت بود، ممنوعیت قلم، ممنوعیت تصویر، لطفاً شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت میکشد. شما دم از انتقاد نزنید که در نهادی کار میکنید، قوه قضاییه، که هیچ کس جرأت نمیکند از آن نهاد حتی یک بار انتقاد کند. دولتی میتواند از انتقاد سخن بگوید، یعنی آقایون، که امروز حتی تخریب را به نام انتقاد در این کشور رقم میزنند. بعد میگه نگرانین از این که ما با آگاهی در برابر سیاه نماییتان ایستادیم، نگرانید، ناراحتید از این که در این 4 سال شما کاسبان تحریم، کاسبیتان کساد شد، ناراحتید، میخواهید ما را به 4 سال قبل برگردانید. راه ما راه آزادی است. ما میخواهیم، شما مخالف تحریم و حصر ایران هستیم. ما میخواهیم با دنیا زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. همه مردان و زنان و همه ایران بدانید آنهایی که امروز آمده اند قدرت را در دست بگیرند، در طول 4 سال خواستند از پهنای باند در این کشور ممانعت کنند، شبکه ها را فیلتر کنند. خب آقای دکتر سازگارا، این حرفا رو آقای روحانی داره میزنه، جناح مقابلم در مقابل هی بله شما فساد و نمیدونم کار ایجاد نکردین و غیره. یعنی در واقع این انتخابات ریاست جمهوری اگه اندک نفعی برای مردم داشته باشه، یه مقدار این افشاگری هاست. البته به نظر من کاش روحانی از این هم فراتر می اسم می آورد، آستانه قدس رو می گفت و راجع به قوه قضاییه اسم می آورد. ما تفسیر نکنیم یا تعبیر نکنیم. واقعا به نظر شما از این مجال آقای روحانی که به نظر من پشتش از آقای خاتمی قرص‌تره، نباید روحانی روشنتر از این حرف بزنه؟ حداقل یه شرط مردم برای رأی دادن به او این باشه که صریح باشه و به مردم واقعا بگه چی کار براشون میخواد انجام بده. چرا، به قول معروف، به قول علما، حمله به مصداق بکنه البته حرف قوی تر میشه، اسم آوردن حرف ایشون رو قوی تر میکنه. ولی آقای دوریزاده یه اصل کلی از گفت به عمل کار برایت به سخندانی نیست. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. من به نظرم آقای روحانی هم اگر بخواد این حرفاش تأثیر داشته باشه و مردم رو بیاره پای صندوق باور بکنن، خودش هم باید آسین بالا بزنه. به نظر من لکه سیاه کابینه‌شون آقای پور محمدیه. بله، نمیشه شما بیای در همدان ایشون بگه کسانی رو صحبت میکنیم که در 38 سال گذشته جز اعدام کاری بلد نبودن، طعنه به آقای رئیسی بزنی و کشتار 67، بعد پور محمدی وزیر دادگستری. درست، کاملا. این اون چیزیست که تناقضه در واقع، یعنی از ایشون هم پذیرفته نمیشه، یا حرفایی که ایشون بعد از 18 تیر سال 78 زده، او حرفا رو باید باش بیاد تصفیه حساب کنه. اگه بخواد باور بکنن ازش که مدافع دانشجویانه، مدافع آزادیه، باید بیاد از این حرفا توبه بکنه، بلعاست بکنه. بله، اشتباه کردم، اون حرف رو زده بودم. هیچ سیاست مداری از عذرخواهی و اشتباه کوچیک نشده. بیاد روشن بگه که من عقیدم عوض شده. آنچنان که فرض کنید تا حدی میشه گفت، حالا او هم البته به صراحت نکرد، ولی دست کم رفسنجانی آخرهای عمرش مقداری واقعا حرفایی رو میزد. دست کم در جمع آقای خصوصی روشن میگفت ولایت فقیه کار نکرده و ما اشتباه کردیم، مثلا این رو در قانون اساسی گذاشتیم، و میگفت من یک آرزو دارم، اون است که تا زنده هستم بتونم خودم همین به هر حال کاری رو که کردیم رو جبران کنم و عوضش بکنم. به هر حال ببینید آقای روحانی به نظرم
همین امروز آقای نوریزاده من دیدم قهرمان پارالمپیک ایران، مدال طلای پارالمپیک، بانویی که در واقع پرچمدار ما در المپیک ریو بودش، خانوم زهرا نعمتی رو شوهرش ممنون خروج کرد برای اینکه تقاضای طلاق کرده و شوهرش هم گفته من مخصوصا ممنون خروجش کردم که دیگه نتونه بره توی هیچ مسابقه شرکت کنه. خب ببینید این یه ضعف بزرگ قانونیه دیگه، یه ظلم بزرگی است که در حق نیمی از زنان کشور میشه و یک شوهر حق داره، گاهی یک شوهر معتاد، یک شوهر بیکار، یک شوهر هیچکاره زن فعالی رو این اختیار رو داره میاد ممنون خروجش میکنه. خب این قانون رو کی باید پاش وایسه؟ آقای روحانی همین گویا همین میدون، یا دختری رو شما حتما اون فیلم رو در شبکه های اجتماعی دیدید، یک هفته گذشته چرخید توی شبکه ها، بعدم از پنجره دفتری اداره جایی هم اون افراد گرفتن این فیلم رو، دختری رو گشت ارشاد متوجه بله. کرده وحبش. ازش شناسنامه میخواد، دختر حالا یا نداره یا نمیده، میاد بره زیرش میکنن. بله قشنگ خب زیرش کرده. ببینید همین یه موضوع رو و این مسئله ممنون خروجی رو آقای روحانی اگر بیاد فریاد بزنه وایسه بگه من مردم اگه به هم رأی بدی ای زن های جامعه این لایحه همه، فردا صبح این لایحه رو میدم مجلس بله. که این قانون رو بردارم، یا این اموالی که دست ایناست من یه لایحه میدم مجلس و پاشم وای میسم به پشتبانی شما که این اموالی که دست نهادهای غیر پاسخگوست رو بگیرم ملی کنم واگذار کنم برای همین کارگرا، برای همین مردم. ببینید اینا اون نکاتیست که به نظر من وقت حرفای آقای روحانی رو قابل باور میکنه و اگر نه راستش من خودم بگم نمیشه باور کرد. ایشون الان دم انتخابات دوره قبلم حرفای خوبی میزد، من در سرهنگی نمی کنم در عالم فرهنگ و امثال اینها، به هر حال باید توقع داشت که آسیم بالا بزنه و ایشون یه مقداری عملی قدم برداره، چون الان آقای دوریزاده سنجش افکارها نشون میده که ماکسیموم آقای روحانی 37-8% رأی میاره، یعنی قطعا انتخابات میره به دور دوم اینطوری باشه و خطر تقلب فراوان کماکان وجود داره در دور دوم. به خوزای دکتر خیلی بله کردنم. ببینید از 84 تا الان 84-88 که از حرم شمس بود دیگه و 92 اینا راشو یاد گرفتن، اینا که میگم سپاه و به پشتوانه بیت رهبری و اطلاعات سپاه میرن، اصلا اتاق تجمیع آرا در وزارت کشور رو تحویل میگیرن، اونجا میشینن عدد میسازن. حالا شما که روحانی رو از رأی سوال کردن گذاشتن رأی جلیلی با 50% برنده اعلامش کردن. همین چه سوال دارم از شما، شما که با مکانیزم قدرت و اداره اونجا آشنا هستید، وزارت کشور دست آقای خاتمی بود، احمدی نژاد اومد بیرون، یعنی در واقع اونجا ظاهرا تقلبی نشد، یعنی رأی مردم بود دوره اول احمدی نژاد. در دوره اول رو میگم. بله 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 سال 84 معروفه که آقای موسوی لاری وزیر کشور بود، بله. آقای خاتمی رئیس جمهور بود، ولی رفتند اونجا. این رو دیگه آقای واحدی نقل میکنه، بله. آقای مشتبه واحدی یه خودمون دوست عزیز ما میگفت من نماینده آقای کروبی بودم، تو همون اتاق تجمیع آرا در وزارت کشور نشسته بودیم، چون مکانیزم اینجوری است، حوزه های رای گیری که میشمرن آرا رو صورت جلسه میکنن و نظار امضا میکنن میفرستن فرمانداری، فرمانداری کامپیوتری در واقع نتایج هر صندوق رو میفرستن، اون کامپیوتر مرکزی تو اتاق تجمیع آرا اینا رو جمع میزنه و هر مثلا نیم ساعت یه ساعت هم اونجا اعلام میکنه. ناظرای کاندیداها اونجا هستن. آقای واحدی میگه آقای علی اصغر احمدی که شگفت‌آوری نیست که ایشون دوباره مسئول انتخابات کشوره. اون موقع هم ایشون میگفت تو همون اتاق تجمیع آرا ایشون کامپیوتر رو خاموش کرد، یه مرتبه داد ما در اومد آقا چرا خاموش کردی؟ چون کروبی به اصطلاح فرانت رانر بود و اصلا اول برنده میشد. نتایج صندوقا که داشت میگفت یا حداقل با هاشمی میرفت دور دوم، یعنی بعد ایشون خیلی صریح گفت، به ما نگاه کرد گفتش که تا شماها دیگه تو این اتاق هستین کامپیوتر روشن نمیشه.
فهمیدیم خب این حرفی هم جیجی قداد کردن حراست اومدن گفتن آقا این بفرد و آقای واحدی میگفت من فورا خب تلفن زدم به آقای کروبی پسرش برداشت گفت خوابیده پدر همون دو ساعت خواب معروف آقای کروبی بله. که خب خوابیدم نتیجه عوض شد تا آقای کروبی رو بیدار کردن و ایشون هم کاری که تونست بکنه زنگ بزنه به بیت رهبری و حالا جواب دادن و ندادن و اینا اولی نتایج از رادیو شروع کردن عدد ساختن و اعلام کردن و آقای کروبی رو آوردن پایین هاشمی رو آوردن با احمد نژاد فرستادن دور دوم همون موقعم آقای نوریزاده من شنیدم از بچه های وزارت کشور در دور دوم هم 8 میلیون رای تقلب کردن احمدی نژاد رو جابجا کردن تو همون عدد سازی و احمدی نژاد کردن رهبر که هاشمی گفت من فقط دیگه به خدا پناه میبرم خب حالا یه سوال من اینجاست آقای الان. خاتمی تنها کاری که کرد متاسفانه اینو بعد پای بیلیاقتی های آقای خاتمی نوشت برداشت یه گزارش 50 صفحه‌ای نوشت محرمانه به رهبری که فقط از گردن خودش برداشته باشه راجع به این ماجرا اون گزارش هیچ وقت هم برای عموم منتشر نشد و گزارش این کارا رو به رهبری داد که بعدا لابد در تاریخ میگه من خب به رهبر گفتم ولی کاری نکرد من اخیرنا به نقل از یکی از معاونین آقای روحانی شنیدم ایشون به تلخی یاد کرده و گفته من اگر جای هاشمی خاتمی بودم در سال 84 زیر بار اون کار نمیرفت خب الان سوال من همینه ببینید باز میگم شما بهتر از من فضا رو میشناسید آدم ها رو میشناسید در این انتخابات فکر کنید اون اتاق تجمیع سر جاشه آقای احمدی هم سر جاشه بله. نمایندگان آقایون هم میرن اونجا وزیر کشورم آقای رحمانی فضلی ظاهرا حالا وزیر کشور آقای خامنه ایه ولی تو کابینه آقای روحانی است موقع شمارش آرا اگر تقلبی صورت بگیره شما آقای روحانی رو مرد میدونید که پاش بیسته جمله آقای خامنه ای یادم 1 میلیون دلاریه نه سوال آقای خامنه ای برگشت گفت هر کی در برابر نتایج انتخابات بیسته من جلوش میستم همین حرف آدم رو مشکوک میکنه دقیقاً همین حرف آدم رو به فکر وامی داره آقای خامنه ای داره پیشبینی میکنه که این واکنش صورت بگیره اینه که دارم سوال میکنم روحانی رو مردی میدونید که بیسته یا نه ببینید روحانی در انتخابات مجلس 2 سال پیش بلند شد رفت وزارت کشور و خودش رفت اون اتاق تجمیع آرا منتها مجلس خیلی مهم نبود شنیدم این بار هم میخواد همین کار رو بکنه میتونه قانونه میتونه قانونه در وزارت کشور اتاق تجمیع آرا خودش بشینه ولی اگر آقای نوریزاده زور پرزور باشه اسلحه بخواد بیاد وسط آقای روحانی رو هم خیلی با احترام بهش میگم بفرمایید پشت کاخ نیاورون که کرباسی اون موقع شهردار رو برای خامنه ای درست کردی یه باقی رو ایشون افسرده که میشه میره اونجا قدم میزنه و هم دارم میبرنش اونجا میگن اینجا تشریف داشته باشید آقا با شما کار دارن تا صبح هم نگرش میدارن میگن حالا آقا هم کار داشت نایمد و بفرمید کاری که با خاتمی در انتخابات 92 کردن خاتمی از منزلش که اومد بیرون به تصور این که میخواد بره ثبت نام بکنه با احترام سوارش کردن بردن همون باقه گفتن اینجا تشریف داشته باشین آقا باهاتون کار دارن 2-3 ساعت نگرش داشتن که دیگه اون ساعت 6 بعد از ظهر مهلت ثبت نام تموم شد گفتن نخه آقا حالا گرفته بودن بفرمایید آقای خاتمی رو برگردوندن آقای روحانی ظاهرا قصد داره بره در اتاق تجمیع آرا بشینه ولی به نظر من این کافی نیست ایشون و آقای جهانگیری باید به مردم ایران مثل موسوی و کروبی همین الان قول بدن بله. که اگر میاید رأی میدید و تقلب شد ما پاش وای میسیم این خیلی مهمه برای جلب اعتماد مردم برای اینکه برن و رأی بدن اگر این کارو الان بکنن میشه امید داشت که بیان و بیستن و به نظر من اتاق تجمیع آرام کافی نیست باید مردم حضور داشته باشن اینا از مردم میترسن چکی که آقای خامنه ای از ملت در جنبش سبز خورده یادش نرفته بله. کابوسشه بله. کابوس هر دیکتاتوریست که 3 میلیون آدم برن تو خیابون بگن مرگ بر دیکتاتور به همین دلیل اگر بتواند آقای روحانی تو این کمتر از 2 هفته‌ای که به انتخابات مونده بیاد مردم رو قول اکید بده که من پای رأی شما میستم آنچنان که موسوی و کروبی استادن بله.
اگر تقلب شد من ضامن رأیتون هستم. به نظر من میشه امید داشت مردم بیان توی میدون و اگه مردم حرکت کنن نقشه اون طرفی یا نقشه بر آب میشه. ولی اگر اینطوری که تا الان اومدن برن، خیلی آقای نوریزاده احتمال داره که مدل 84ش به اصطلاح بکنن، دو نفر رو با عددهای قابل باور مثلا 36% اون 33% این یکی ببرن دور دوم روحانی و رئیسی رو، و دور دوم هم مثلا رئیسی رو با 51.5-2% برنده اعلام میکنن که کسی هم خیلی حساسیت بر نینگیزه. یاد گرفتن 88 یه شب یهو یه شبه گفتن احمدی نژاد 63%، دیدن که دروغ غیر قابل باوری، سعی میکنن دروغ قابل باور درست کنن. آقای سازگاره یه نکته جالب دیدم، شرق یه گزارشی داشت و یکی دو تا گزارش دیگه هم دیدم در مورد نوع آراء مردمان جاهای مختلف. یه توضیح من بدم براتون، این خیلی قابل تعمله. ببینید آقای رئیسی در خراسان، در مشهد، در خراسان رضوی، تمام این روستاهای اطراف و افراد فقیر، کشاورزانی که وضع مالی خوبی ندارن، اینا رو همه رو پوشش دادن با همون بنیاد کرامت و پولایی که از آستان قدس حتی قبل از اومدنش به مشهد توسط بنیاد کرامت و پدرزنش اونجا توضیح کردن. و مسئله دادن یارانه برای یه روستایی که 6 تا بچه داره خیلی اهمیت پیدا کرده و اینو دارن در تمام خراسان به صورت گسترده‌ای روی این مسئله تبلیغ میکنن. بنابراین ایشون مطمئنه که آرای اون قشرها رو داره. کنار اون بازاری های حالا نمیگم اون بازاری های سنتی که پشت کردن، ولی نوچه بازاری هایی که دستشون تو یک کاسه است، تو شاندی زمین دارن، نمیدونم با آقای علم الهدا شریکن، یه مجموعه از اینا هم هستن که میگن رأی صاحب زمانی میدیم، ایشون تولیته و با امام رضا، و ایشون هم خود رو خادم و رضا میخواند، در برابر خادم حرمین شریفین ایشون میشه خادم و رضا. در تهران هم در حاشیه شهرها، در حاشیه شهر و شهرکا یه آمارگیری نسبی کرده بودن و سنداجی که با مردم اینجور میگفتن که روی این توده ها میتونن رئیسی حساب بکنه. حالا سوال من اینه، جامعه شهری ما جامعه کوچکی نیست، جامعه بزرگیست. برای که الان نگاه کنیم به شهرهای بزرگمون و میزان مشارکت در اون به نظر من میتونه تعیین کننده باشه، در صورتی که هم شرکت بکنه و همطور شما گفتید آقای روحانی تکلیفش رو روشن بکنه. یعنی این سوال که مهدی اصلانی مطرح میکنه یه سوال اساسی است. من چرا برم بخوام راجع به آدمایی که در تمام جرما شرکت داشتن مثلا بد و انتخاب بکنم؟ آقای روحانی چرا نمیاد یه پله بالاتر بگه من بد اگر بودم الان نیستم و این آرزوها و اهدافو دارم؟ یعنی میتونیم حساب بکنیم اگر آقای روحانی صادق باشه، با مردم بیاد شرط بگذاره، مردم اگه به من رأی بدید من از رأی شما دفاع میکنم، من میام جلوی وزارت کشور میستم، شما هم بیاید، به این صورت به نظر من ممکنه بتونه توطئه و برنامه ریزی اونا رو شکست بده. وگرنه اینا رو این توده های فقیر، روی حاشیه نشینا، روی روستاییان حساب میکنن و یه دفعه سر آقای رئیسی میاد بیرون از صندوق رأی که بله ایشون 52.3% رأی به دست آورده. بله بس. ببینید سرشماری سال 95 هنوز اعداد کاملش منتشر نشده، ولی این سرشماری خب دقیق ترین متکای آماری ماست از همه ابعاد به اصطلاح جمعیتی کشور. تا اینجا معلوم شده که ما 74% جمعیتمون دیگه در شهر زندگی میکنه، فقط 26% در روستاهای پراکنده. ضمن اینکه تازه آقای نوریزاده، روستایان ما با رفتن برق، ماهواره، تلفن و اینترنت به روستاها اصلا اختلافی از این حیثا با شهرنشینای ما ندارن. شما روستای کوچیکی میرید گاهی میبینید نوشته مثلا انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد فلان روستا، یا به سلامتی تلویزیون ماهواره اگه تو شهر
مشکل داره سر کور بهترم میگیره. درسته. و من خودم بارها دیدم تلویزیون های ماهواره‌ای و عکسایی رو اتفاقا در جریان همون جنبش سبز خیلی ها با من ارتباط داشتن از دوستاها، عکسایی رو میفرستادن آقای نوریزاده که برنامه بنده و شما رو مثلا از دوستاهای توابع فارس خانومی توی حیات داشت رخت میشست با توی تشت و کنارش یه آنتن ماهواره تو حیات بود. اون دوست ما که نشون میداد میگفتش که ازش پرسیدم چه برنامه نگاه میکنم، گفت تفسیر خبر رو نگاه میکنم و دنبال میکنم. به من میگفت یعنی بدون فلانی از این حیث خودش اهل اون روستاها بود، اختلافی بین شهر و روستا نیست. منظور حتی اون 26% جمعیت روستای ما هم درسته به دلیل پراکندگی اون زور سیاسی شهرها رو ندارن، ولی به لحاظ دیدگاهشون اختلافی الان با شهرنشینای ما ندارن. اما در شهرها که خب تهران به شهر بزرگ بیش از نیمی از جمعیت شهرهای ما هم در خودشون جای دادن، تعیین تکلیف سیاسی در اینجاها خواهد شد، برای اینکه به دلیل دانسیته جمعیت در درجه اول، بعدم به دلیل فشردگی جمعیت، مسئله سیاسی و سطح دانش مردم. دانش سیاسی بله و بله. این راهبری میکنه طبیعتاً بقیه کشور. دکتر سازگار ما متاسفانه رسیدیم به پایان وقت، ولی خدمت عرض میکنم برنامه بعدی ما که پس فردا خواهد بود ما میایم راجع به برنامه تک تک نامزدها، البته تک تک نه همون سه نفر اصلی رو، یه نگاهی به اتفاق دکتر سازگارا خواهیم کرد، بعد برنامه سیاست خارجی رو بررسی میکنیم و دونه دونه تا روز انتخابات در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم. ممنون از شما دکتر سازگارای عزیزم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا به اتفاق دکتر محسن سازگارا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.